کردن. اسدبک شاکی ما میشه، خرم آباد میریزن سرمون. الله اکبر. بابا مگه کی شاکی ماه؟ اعتصاب گسترده کارگران از نفت و پتروشیمی تا هپکو هفت‌تپه، سفره‌های خالی دلیل اصلی اعتراض هاست؟ در این برنامه از میهمان برنامه می‌پرسیم که آیا ادامه این اعتصاب ها صنایع نفت و پتروشیمی را فلج نخواهد کرد؟ همچنین در ادامه 60 دقیقه مخالفت مقام های ایران بر سر زمان برگزاری کنکور، نمایندگانی از مجلس و دولت فردا تکلیف را روشن می‌کنند. 30 سال بعد از حمله عراق به کویت، یک نویسنده کویتی از خاطرات دوران اشغال میگوید. و همچنین بیشترین سهم کودکان کار از آن افغانها، ایران برای بازگرداندن آنها با افغانستان مذاکره کرده. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. فعالان کارگری از ادامه اعتصاب گسترده کارگران صنعت نفت و پتروشیمی در 4 استان جنوب ایران خبر دادند. 50 روز است که کارگران نیشکر هفت تپه در خوزستان هم دست از کار کشیدند. کارگران صنایع نفت و گاز در جنوب ایران خواهان افزایش حقوق هستند. آنها که در گرمای طاقت فرسا کار می کنند به دلیل جهش روزانه قیمت ها و فشارهای خرد کننده اقتصادی دچار مشکل شدند. گزارش ها حاکی است که 5 روز پیش یک کارگر در پتروشیمی ماهشهر جان خود را بر اثر گرمازدگی از دست داد. کمتر از 2 ماه پیش هم یک کارگر معترض در میدان نفتی یادآوران هویزه خود را در محوطه یکی از چاه‌های نفت حلق‌آویز کرد. اعتصاب هماهنگ کارگران صنعت نفت و پتروشیمی در سطح گسترده کمتر اتفاق افتاده. درباره چند و چون این اعتراض ها چه میدانیم؟ اعتصاب در این بخش از اقتصاد ایران چقدر حکومت را در تنگنا قرار میدهد؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از فرین عاصمی. پالایشگاه نفت سنگین قشم. اعتصاب گسترده کارگران بخش نفت، گاز و پتروشیمی ایران. اعتراض‌های هماهنگ و کم نظیر در 3 دهه گذشته. این کارگران پتروشیمی پارسفنل در اصلویه هستند که دست از کار کشیدند و با کارگران پالایشگاه‌های دیگر همراه شدند. اینجا پالایشگاه پارسیان است. معترضان می‌گویند از 4 سال پیش از حالت پیمانکاری به قراردادی تبدیل شدند، اما از آن زمان وضعیت پرداخت بعضی از مزایای آنها مثل حق بدی آب و هوا و قراردادشان بر اساس مدرک تحصیلی نامعلوم مانده. کارگران فاسای 22 و 24 پالایشگاه پارس جنوبی کنگان هم به پرداخت نشدن چندین ماه دستمزدشان اعتراض دارند. اعتراض برای تمام حقوقات. اینجا پالایشگاه آبادان است. این هم پالایشگاه نفت سنگین قشم. کارگرای پتروشیمی لامرد. 2 روز است که این کارگران هماهنگ با دیگر کارگران خواستار تامین امنیت شغلی، لغو قراردادهای سفید امضا و پرداخت دستمزد معوقه و افزایش سطح دستمزد خود هستند. در شرکت ماشینسازی هپکو عراق حدود 200 نفر برای دومین روز تجمع کردند. عدم توجه شرکت برای فعال کردن ظرفیت خطوط تولید یکی از موارد اعتراض آنهاست. کارگران میگویند آنها را تنها گذاشتند و کسی نمیداند چه بلایی سرشان میآید. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خوزستان هم که سابقه طولانی در اعتراض به وضعیت خود دارند، حدود 50 روز است در اعتصابند. دیروز 3 عضو کمیسیون اصل 90 مجلس به دیدن معترضان هفت تپه رفتند. کارگران اینطور از آنها استقبال کردند. من گلایه‌مندم از این آقایون. دیر آمدن اما آمدن. و این هم پاسخ نماینده مجلس به کارگران. کسی حق نداره اگر برای هر کدوم از شما به دلیل اعتصاب و اعتراض به حق کسی پرونده درست بکنه، کسی اخراج بکنه، کسی بخواد حکم طلاق بزنه، حتما ما به او برخورد کنیم. اما کارگران میگویند گوششان از این وعده ها پر است و حقیقت چیز دیگری است. مگر با بگیر و ببند مشکل حل میشه؟ اسماعیل بخشی رو 1 سال بیگناه انداخت زندان، مشکل حل شد؟ دیگه اعتصابی نشد. بابا شکممون گرسنه است. بله. شکم به گرسنه تو بهش علاق بزنیش. من فردا میام تو خیابون دوباره. ندن 2 سال دیگه میام تو خیابون. شکم هم گرسنه است.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه میگویند دیدار نمایندگان مجلس با نمایندگان آنها نتیجه نداشته. یه نتیجه خوبی گرفتیم برای خودمون. اون نتیجه هم اینه که روز چهارشنبه قرار بچه هامون از بین خودتون انتخابشون کنید برن مجلس. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه میگویند تصمیم مورد تاییدشان لغو فوری خصوصی سازی این شرکت است. آنها خواستار پرداخت حقوق عقب افتاده، تمدید دفترچه بیمه، بازگشت همکاران اخراج شده به کار، بازداشت کارفرما و بازگرداندن ثروت‌های اختلاس شده به کارگران هستند. خواسته هایی که برای رسیدن به آنها راه درازی آمدند و میگویند همچنان ایستادند. فرین آسمی، بی بی سی. ستار رحمانی فعال کارگری از لندن با ماست. آقای رحمانی، کمتر پیش اومده که کارگران صنعت نفت و پتروشیمی به شکلی هماهنگ اعتصاب کنن. حکومت سعی داشته که جلو اون رو بگیره. ممکنه که این اعتصاب ها فضا رو وارد مرحله دیگه ای بکنه؟ اگر اعتصاب ها در سراسر پالایشگاه ها، یعنی در تمام پالایشگاه ها ادامه پیدا کنه، 100% ضربه خودش رو خواهد زد. اگرچه دولت سعی کرد از اون زمان رفسنجانی، دوره در حقیقت بازسازی بود که تمام کارگرای شرکت نفت، اونایی که قدیمی بودن، اونا رو کارمند کردن، بعد بازنشسته کردن و بقیه رو هم در حقیقت پیمانی و قراردادی کردن و خود شرکت نفت رو به قسمت‌های مختلف تقسیم کردن، به این ترتیب که خود از قدرت اعتصاب کارگران گرفته بشه. اما دیدیم که در این مرحله بخشای زیادی از کارگران نفت اومدن بر سر اینکه یک اینکه دستمزدهای موقته دارن، دوم اینکه در حصر دستمزدشون بالا نرفته و پایین هستش، و این اگه گسترش پیدا بکنه به تهران برسه، به اصفهان و جاهای دیگه، پالایشگاه ها همزمان با هم اعتصاب بکنن، میبینیم که علاوه بر اینها، خب همونطور که تو گزارش شما هم بود، کارگران هفت‌تپه امروز 49 روزشونه که در اعتراض و اعتصابن و میخوان نه تنها این شرکت به دولت برگرده، بلکه با نظارت تشکل نمایندگان کارگری اداره بشه و همینجور هپکو رو که سالهای ساله داره مبارزه میکنن، دولت این شرکت فروخته بود به خاطر بدهکاری که به شرکت داشت، اینو فروخته بود به بازنشستگان فولاد اهواز، که بعداً دوباره حالا اینو میخوان به قسمت‌های دیگه بفروشن، که اینا شرایط بسیار بسیار ناامنی دارن و به همین دلیل میبینیم که همین مسئله در بخش‌های دیگه جنبش کارگری هم هست، مشکلات حل نشده. علاوه این که نرخ تورم و همچنین ضریب بیکاری در حالت بالا رفتن بسیار شدید هستش و این فقر و فلاکتی که در این شرایط مردم قرار دارن، هر روز امکان انفجار اجتماعی میره. یعنی این اعتراضات رو وقتی میبینیم، این اعتراضات که ادامش اگر سرکوب بشه و اگر جلوشون رو بگیرن و اگر خواسته و مطالباتشون در حقیقت پرداخته نشه، که من به نظرم رژیم در این شرایط به هیچ وجه قادر به رسیدگی به خواسته و مطالبات کارگران نخواهد بود، و ادامه این شرایط به نظرم جنبش های اجتماعی رو به خیابون ها خواهد آورد و این کل مردم، یا باید بگیم توحیدستان جامعه، که در حقیقت این جنبش رو گذاشتن جنبش نان، کار و آزادی، و این تکلیف خودش رو باید با این رژیمی که به هر صورت بیش از 41 سال سرکوب جنبش کارگری، 41 سال سرکوب جنبش معلمان، پرستاران و بقیه بخش‌های کارگری رو در دسترس خود در دستور کار خود قرار داده و عملاً به جای پاسخ مثبت به این کارگران، به جای نشستن و پیدا کردن راه حل‌های مناسب که بتونه مشکل رو حل بکنه، هر روز بر اختلاس مالی افزوده میشه، هر روز با یک شیوه دیگه ای میان سراغ کارگران و میبینیم که اون خصوصی سازی یا به مسئله فساد اشاره کردید، مسئله خصوصی سازی اشاره کردید، اینها همه مرتبط هست به این موضوع. میدونیم که صنعت نفت و پتروشیمی
به شدت تحت تأثیر تحریم ها بوده، آسیب دیده، ممکنه که آنچه که الان رخ داده بازتابی از شرایط این صنعت هم باشه؟ دقیقا درسته. ببینید چون در حسرت تولید نفت بسیار بسیار پایین اومده و این شرکت چون شرکت نفت به پیمانکارهای مختلف فروخته شده، وقتی که تولید نفت پایین میاد، فروش نفت پایین میاد، عملا این پیمانکارها قادر به پرداخت دستمزدها نخواهند بود یا نمیخوام پرداخت کنم وقتی که درآمدی ندارم، چون اینا این شرکت ها رو گرفتن به دنبال سودن، نه اینکه شرکت خوابیده باشه یا درآمدی نداشته باشه و بخوان دستمزد کارگرا رو پرداخت بکنن. و این مسئله دقیقا تاثیر گذاشته روی این مسئله و در هر صورت الان اینا امکان پاسخگویی به نیازهای کارگران بخش نفت، نه تنها نفت بلکه بقیه بخش ها هم ندارن، به دلیل اینکه کل سیستم در یک حلقه گیر کرده که این حلقه فساد در حقیقت ساختاری خود رژیمه و نمیتونه راه حلی رو پیدا بکنه که در حقیقت به رفاه کارگران یا مردم یا بیکاران. بله آقای رحمانی، به فساد اشاره کردید، مسئله کرونا هست، مسئله تحریم هست، گفتید که قابلیت این وجود نداره در سیستم که به این مشکلات جواب بده. در این صورت چه خواهد شد؟ پولی نیست، امکاناتی نیست، قدرت مدیریتی نیست که از عهده مشکلات بر بیاد و این طرف هم کارگرانی که در گزارش هم داشتیم گرسنه هستند. ببین دو تا حالته. من در مصاحبه‌های قبلی هم با بی بی سی داشتم، سالهای قبل گفتم که این رژیم دو انتخاب داره. یه انتخاب اینه که بیاد به طرف کارگران، مردم و در حقیقت به خواسته هاشون برسه، در این صورت باید تمام این اختلاس ها رو از بین ببره و یه رژیم در حقیقت برگرده به سمت مردمی، مردمی بشه. یه حالتش اینه که دیگه به جایی رسیده، وقتی میگیم که این فساد اختلاس به ساختاری هستش، به این مفهومه که این دیگه قابل ترمیم نیست. یعنی اگر یه گوشه شو بگیرن یه گوشه ای در میاد. دیروز اگه زنجانی اختلاسگر بود، امروز اسدبیگی، فردا نمیدونم میلیون ها دلار دیگه یه کسی دیگه است. اینه که و همه اینا از پایین تا به رأس آقای خامنه ای وصلن. به همین دلیل من به نظرم راهکار این رژیم راهکاریه که تا کنون داشته، یعنی با وحکشی بتونه اینا رو منفعلشون بکنه، یا به هر صورت اینا میگن جنگیه که اینا رو به هر صورت منفعلشون بکنه. اما کارگران هفت تپه رو دیدیم که اینا گفتن که ما تا اینکه به خواسته هامون نرسیم، تا اینکه آقای اسدبگی محاکمه نشه، تا اینکه این شرکت به دست دولت نرسه و تشکل مستقل ما رو به رسمیت نشناسید، ما ادامه خواهیم داد. دیدیم که در هوای 50 درجه بسیار گرم میان تو خیابونا، 40-49 نزدیک به 50 روز اینا اعتراض میکنن. من مطمئنم در بخشای دیگه هم همینطور خواهد بود. یعنی یه جور دیگه بیان بکنم، این جدال مرگ و زندگیه. در جایی که بیشتر شهرها قرمز اعلام شده به خاطر کرونا، میبینیم که اینا راه چاره ای ندارن جز اینکه بیان تو خیابون و میدونن که در هر دو صورتش این خطر مرگ برشون وجود داره. چه اگه تو خونه وایسن از گرسنگی و فقر باید بمیرن، اگه بیان تو خیابون یا از دست نیروهای امنیتی یا کرونا بگیرن بمیرن. بنابراین برای کارگران در هر دو صورتش یه جدالی مرگ و زندگیه و برای رژیم هم همینطوره. به نظرم رژیم اگه سرکوب میکنه به خاطر در حقیقت موندن خودشه و همه این شرایطی که فراهم کرده اینه که به در حقیقت عمر خودش برای مدتی دیگه ای ادامه بده. بسخف. در غیر این صورت ببین یک رژیم دیکتاتور داریم، میتونه کارآمد باشه، مثل رژیم بگیم چین دیکتاتور عین همین توتالیت تست تمامیت خواه هست، اما کارآمده در مقابل کرونا وای میسته، راه حل پیدا میکنه. اما این رژیم نه تنها تمامیت خواه توتالیت هست و نه تنها سرکوبگره بلکه ناکارآمد هم هست. خب. یعنی هیچ وجودش، هیچ نفعی برای مردم که نداره هست، بلکه
هر روزی که عمرش طولانی تر می شود، من به نظرم این به ضرر مردم و فقر و فلاکت دامن خواهد زد و در حقیقت خب آقای رحمانی از این شرایط سالهای سال طول خواهد کشید. خیلی کوتاه، وقتمون کمه. در نهایت شما فکر میکنید که ممکنه کار به جایی برسه که اعتراض های مثل 96، دیمای 96 یا آبان 98 رو ببینیم؟ من فکر کنم آبان 98 با یه شرایط بهتری، خود نمونه شد تو بهبهان دیدیم اخیراً این اعتراضات، دیدیم که بسیارم مسالمت آمیز بود و خواسته ها و مطالباتشون بسیار شفافتر بود. من به نظرم این طوفان در راه و در حقیقت این حرکاتی که رژیم میکنه برای پیشگیری از اون طوفانیه که در راه و داره در حقیقت به نوعی نیروهای خودش رو آماده میکنه که اگر چنانچه آبان 98 به یه نوع دیگه‌ای با یه قدرت دیگه‌ای بیرون اومد و مردم تو خیابون‌ها اومدن، این بتونه قبل از اینکه این طوفان برسه و بساطش رو در حقیقت برچینه، این بتونه که ازش جلوگیری بکنه. به نظرم ممنونم از ستار رحمانی، فعال کارگری در لندن. در ایران وزیر علوم میگوید که تصمیم گیری درباره زمان برگزاری کنکور سراسری به فردا موکول شده. رئیس و عده‌ای از نمایندگان مجلس خواستار تعویق برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها شده بودند. طرحی دو فوریتی هم برای بررسی موضوع ارائه شده بود که مخالفان برپایی کنکور میگویند که این آزمون ممکن است سلامت داوطلبان را به خطر بیاندازد. این در حالی است که سه روز پیش کنکور دکترای تخصصی برگزار شد و کمتر از یک هفته دیگر هم قرار است کنکور کارشناسی ارشد برگزار شود. جزئیات ماجرا در گزارشی از کیوان حسینی. این امتحان پر سر و صدا، این ساعت‌های پر اضطراب و پرفشار، این کنکور معروف در حالت عادی و بدون حاشیه‌های اضافی خودش یک گرفتاری بزرگ است. از تلاش کشنده و شبانه روزی برای آماده شدن تا تلاش برای کنترل فشار و حفظ سلامت و تغذیه مناسب و خواب کافی در شب قبل از امتحان، کنکور برای خیلی از دانش آموزان و دانشجویان یک پروژه دشوار است که هم خودشان هم گاهی خانواده‌شان برای مدتی طولانی اسیرش می‌شوند. حالا با این وضعیت کنکور سال 99 به یک بحران بزرگتر هم درآمیخته، کرونا، به شکلی که احتمالاً کنکوری‌های امسال بیش از هر سال دیگری تحت فشار قرار گرفتند. این امتحان قرار بود تیر ماه برگزار شود که به تأخیر افتاد. سازمان سنجش آموزش کشور اصرار داشت که کنکور 99 در ابتدای مرداد برگزار می شود که باز به تأخیر افتاد. و حالا که قرار است کنکور در پایان مرداد و اول شهریور برگزار شود، هنوز دقیقا روشن نیست که این اتفاق می افتد یا نه. به ویژه بعد از این اظهار نظر. این کوتاهی ها نگرانی مردم در خصوص برگزاری کنکور سراسری را پیشتر کرده است و بسیاری از نمایندگان شنونده نگرانی های والدین در خصوص سلامت فرزندان خود بودند. به نظر می رسد تعویق زمان کنکور تا گذاشتن از دوران پیک کرونا و خنک‌تر شدن هوا که امکان استفاده از ماسک به مدت چند ساعت را میسر کند ضروری باشد. سلامت دانش آموزان عزیز ما خط قرمز مجلس است و کمیسیون‌های بهداشت و آموزش مجلس وظیفه دارند تا اطمینان از رعایت بهترین تصمیم در این خصوص مطالبات مردم را از مسئولین زیرفت پیگیری خواهیم کرد. نظرات آقای قالیباف در آغاز جلسه بیان شد که برای بررسی طرح دو فوریتی تعویق کنکور برگزار شده بود، با حضور وزیر علوم، وزیر ورزش و جوانان، وزیر بهداشت و رئیس سازمان سنجش. همزمان بعضی از نمایندگان هم در توییتر با هشتگ تعویق تمامی کنکورهای سراسری کمپینی را برای به کرسی نشاندن نظرشان شروع کردند. از جمله فاطمه محمد بیگی، نماینده قزوین. بررسی علمی و میدانی ما و تعدادی از نمایندگان کمیسیون ها همچنین شکایت از شرایط آزمون دکترا باعث شد تا تصمیم به بررسی در مجلس بگیریم. انتظار داشتیم کنکور با شرایط بهتر و رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی برگزار می شد که چنین نشد. در حال جمع‌آوری امضا برای طرح تعویق تمام کنکورهای سراسری هستیم. یا اردشیر مطهری، نماینده گرمسار و آرادان. حتی اگر احتمال دهیم یک داوطلب کنکور ممکن است جان عزیزش را از دست بدهد، باید با تعویق کنکور موافقت کنیم. جا
جان هر کدام از این بچه ها عزیزتر از منافع مادی بعضی سازمان ها و مؤسسات مافیایی است. ستاد ملی سریع و قاطع تصمیم به لغو بگیرد و ابلاغ کند. کنکور نمیتونن لغو بکنن چون اون مافیای 8000 میلیاردی که ماجرای قدیمی آنچه که مافیای کنکور توصیف میشود این روزها حسابی داغ است و البته همیشه انگشت اتهام متوجه سازمان سنجش است، اتهامی که این سازمان هرگز آن را نپذیرفته. نمیدونم این کلمه مافیا از کجا اومده، کی اینو داره ساماندهی میکنه، این کلمات و این اعداد و ارقام رو کی محاسبه میکنه. ببینید خود مؤسسات کنکوری که نمیان دستشون رو کنن این آمار و ارقام رو بیارن. من برام یه نکته‌ای که وجود داره اینا بر چه اساسی به این عددها میرسن؟ بعد این مافیا کجاست؟ ببینید ما در سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان یک نهاد ملی متولی برگزاری آزمون‌های ملی هستیم و این هم طبق یک سری قوانین و در واقع الزامات بالادستی به ما ابلاغ شده و داریم آزمون رو برگزار می‌کنیم. سازمان سنجش هفته گذشته این کنکور رو برگزار کرد، کنکور دکترای تخصصی که البته از نظر تعداد داوطلبان قابل مقایسه با کنکور سراسری نیست، اما به هر حال این سازمان میگوید که نتیجه کنکور دکترا موفق بوده. اما مجلس میگوید بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده 30% داوطلبان در آن شرکت نکردند و اتفاقا کنکور دکترا در دوران کرونا تجربه موفقی نبوده. در روزهای اخیر بر اساس آمار رسمی تعداد مبتلایان به کرونا به طور متوسط بالای 2500 نفر در روز بوده. ضمن اینکه اطلاعاتی که به بی بی سی فارسی رسیده نشان می‌دهد تعداد قربانیانی که دارای علائم قطعی یا مشکوک ابتلا به کرونا بودند حدود 3 برابر رقمی است که دولت اعلام می‌کند. مسئله‌ای که بر میزان خطرات برپایی کنکور می‌افزاید. کیوان حسینی، بی بی سی. دکتر بهروز توکلی متخصص اپیدمیولوژی از لندن با ما هستند. آقای دکتر، ما البته میخوایم نگاهی کلی تر هم بکنیم علاوه بر کنکور به وضعیت کرونا در ایران، ولی خب اگر از کنکور شروع بکنیم، کنکور تبدیل شده به یک بحث اساسی. از نظر شما به برگزاری اون چقدر خطرآفرینه؟ هر گونه تجمعی در وضعیت کرونا تو تمام کشورها با دقت به اصطلاح اینو زیر نظر میگیرن تا تمام کشورهای دنیا، و کنکور هم خب یکی از مواردیه که خیلی جمعیت بسیار زیادی در سراسر کشور میخوان جمع بشن و ساعت‌های طولانی زیر یک سقف فضای بسته و قبل از اونم توی به اصطلاح صف‌های طولانی و کلن الان اگه ما دقت بکنیم که کشورهایی که در واقع موفق بودن در مبارزه با یا بسیار کنترل ابتلا به کرونا، اینها موارد مثلا فرض هنگ کنگ رو مثال بزنم، اینها 100 مورد وقتی تو کشور مبتلا اخیرا پیدا کردن سریع وضعیت قرمز اعلام کردن و اومدن قوانینی گذاشتن که تجمع بیش از 2 نفر رو به اصطلاح ممنوع کردن. یا تو استرالیا وقتی که الان میگن به اصطلاح وضعیتش فاجعه بار هست، موضوع اینه که اینا در 24 ساعت گذشته 7 فوتی داشتن در ایالت ویکتوریا. ولی در ایران بحث کنکور در واقع یه تجمع بسیار بزرگ 100,000 نفره به مدت ساعت‌ها یا در طول یک روز در سراسر کشور در وضعیتیه که همین الان به اصطلاح تو وضعیت بحرانی و قرمز قرار داره. این در واقع یک نوع میشه گفتش که تقریبا مقایسهش کرد اگر این اتفاق بیفته با به اصطلاح نسل‌کشی یا نمیدونم چیزهای فاجعه اینجوری، که اساسا مدیریت در ایران در رابطه کرونا در چند ماه اخیر 5-6 ماه اخیر مدیریتی وجود نداشته و کلا اصلا تعطیل بوده و الان هم میبینید که مسئولین مختلف نظام حرفای مختلف میزنن و هیچ کس نمیتونه تصمیم بگیره. این علتش چیه؟ علت اینه که از روز اول اینها کار رو به دست کاردان نسپردن. اتفاقا امروز یا دیروز مسئول به اصطلاح ستاد کرونا تهران بعد از ماها خوب حرف جالبی زد، گفتش ببین ما بایستی کار رو بسپریم دست به اصطلاح دانشمندای این رشته این یا عالمین و بریم از کشور موفق یاد بگیریم و اجرا بکنیم. موضوع اصلی اینجاست، اصلا بحث کنکور به تنهایی نیست، اصلا کل کشور الان تو وضعیت بسیار فجیع قرار داره از نظر من. آقای دکتر، ولی خب اون طرف حاکمیت میگه که، یا حالا دولت میگه که ستاد ملی کرونا تشکیل داده و این وضعیت اتفاقا در همون کشورهای موفق هم دیده میشه. شما مثالی زدید، ولی
یک مثال دیگرش مثلا فضایی است که در ملبورن در استرالیا شاهدش هستیم، وضعیت اضطراری اعلام کردن، یا در بعضی از کشورهای دیگه. آیا پیک دوم گریزناپذیر بوده؟ ببینید پیک دوم بله دقیقا گریزناپذیر بوده، همچنان که ما نزدیکترین کشور که شرایطش به ایران بود بعد از چین و همزمان ایتالیا بود و با 2 هفته تأخیر اسپانیا بود. ما الان دو تا کشور ایتالیا و اسپانیا رو می‌بینیم که چون پیک اولشون شبیه به ایران بوده الان اساساً هیچ شباهتی با وضعیت ایران ندارن. اونها به اصطلاح از 1000 کشته فوتی کرونا در روز الان رسیده به تک رقمی زیر 10 تا در روز، در صورتی که ایران حالا اگر آمارش که خب جای شک داره که آمار پیک اولش درست بوده باشه، به قول خودشون در ماکسیموم پیکش 170-175 تا فوتی در روز بوده، الان بالای 200 است، 230-240 تا، که البته این هم باز جای شک و شبهه داره. اینی که بله دقیقاً قابل پیشگیری بود چون خیلی کشورها این کارو کردن و به محض اینکه تو این کشورها فرض کن تو کره جنوبی یه مقدار به اصطلاح فضا رو باز کردن که آزاد بشن، به اصطلاح یه سری کارهایی رو مثل نایت کلاب و جیمی کلاب شبانه و چیزایی که آزاد کردن، یه مورد 100 مورد اینا به اصطلاح مبتلا پیدا کردن، بعد اونم سریع همه رو تعطیل کردن، یا مدارس تو مدارس یه تعداد خیلی کمی بود بلافاصله تعطیل کردن و کنترل کردن. اینی که در ایران هیچ گونه برنامه‌ریزی و مدیریت برای کنترل وجود نداره، این ابزارها و به اصطلاح لوازم خاص خودش هم نیاز داره. مثلا فرض شما میگین که الان فرض تو کشور اروپایی وقتی میخوان کنترل کنن، اول تمام مناطق منطقه به منطقه رو اینا مانیتور میکنن در 24 ساعت، هر منطقه چند مورد میاد بلافاصله اون مورد رو میگیرن تست میکنن، بعد قرنطینه میکنن و بعد میان کسانی رو که اینا در ارتباط با اونها بودن و پیدا میکنن. یا مثلا فرض رستوران، الان رستوران توی انگلیس رستورانایی که باز شده مردم میرن اونجا ثبت نام میکنن، اسم مشخصات روی موبایل فونشون یه چیزی رو اسکن میکنن که این فرد اگر فردا یک مورد کسی از این رستوران استفاده کرد و به اصطلاح مبتلا بود بلافاصله بتونن کسای دیگه که اونجا اون شب یا اون زمان حضور داشتن بهشون اطلاع بدن برای تست. خب ببین تمام این ابزارا وجود داره و اینا نذاشتن هیچ کدوم از این کشورها موج دوم تا اونجا که من اطلاع دارم وجود نداره، تنها ایران هستش که موج دومش اومده به وجود اومده و حتی شدیدتر از موج اولش هست. در هر صورت همه اینا رو که بگذاریم کنار هم دیگه، چه کاری باید در اولویت قرار بگیره در شرایط روز ایران؟ ببین اولویت اولین کار اینه که بایستی اون ستاد کرونا که میگن باید ببین اعضاش کی هستن. ما دیروز چند روز گذشته اطلاعی انجمن پزشکان ایران چیز شد، منتشر شد که هشدار دادن که ممکنه که موج سوم در راه باشه و تعداد کشته‌ها در روز به 1500-1600 در روز برسه که اونم بعید نیست. اولین کاری که باید بکنم بایستی به اصطلاح این موضوع از دست سیاست مداران یا دولت و نمیدونم افرادی که در سیاسی هستن خارج بشه و بره توی به اصطلاح متخصصین علوم پزشکی و بهداشتی و اقتصاد. اینا باید بشینن توی صدات بشینن و اونها تصمیم بگیرن که یه بالانسی برقرار بشه بین معیشت مردم و سلامت مردم. اگر کار به دست اونها سپرده بشه و اونها هم بایستی به طور فعال برن با این کشورهایی که موفق بودن با مسئولین مبارزه با به اصطلاح همین کروناشون، ستاد کروناشون ملاقات ها درخواست کنن، ببینن، بشینن، تجربهشو بگیرن، منتقل کنن و موضوع یک به اصطلاح مسئولیت یک کشور الان مبارزه با کرونا بشه که الان متاسفانه نیست. این اولین قدمی که باید انجام بشه و بعد هم دیگه دوباره فاصله گذاری ها، تعطیلی ها، محدودیت ها و از اون ور خب پروتکل هایی که من فکر کنم مردم دیگه بیشتر از این نمیتونن تا اونجا که میتونن توان دارن رعایت میکنن. خب باز هم به هر حال خیلی موثره که فاصله را مردم رعایت بکنن، ماسک بزنن، زیر فضای محیط بسته جمع نشن تو اتاقا، توی نمیدونم اتوبوس، تو قطار، جای دیگه. اینها پروتکل فردیه ولی اصلش سیاست که از بالا از طرف دولت باید اجرا بشه و به نظر من باید به دست کاردان، یعنی این مثل هر کشور دیگه باید اینو بسپرن دست کاردان، چون الان می‌بینید سردرگمی خیلی وحشتناکی وجود داره.
هر کسی یک به اصطلاح یک نوع دستور میده یا یه سازی میذاره تو کشور که نشان دهنده به هم ریختگی اوضاست. بسیار ممنونم از دکتر بهروز توکلی، متخصص اپیدمیولوژی از لندن با ما. جمعی از فعالان و چهره‌های سیاسی به محکومیت پی در پی فعالان سیاسی و مدنی واکنش نشان داده و گفتند این احکام باعث وخامت بحران‌های ساختاری و آشفتگی بیشتر اوضاع اجتماعی و سیاسی کشور خواهد شد. آنها همچنین خواهان لغو احکام حبس بهاره هدایت و کیمان صمیمی شدند. به گفته آنها اعتراض و راهپیمایی طبق اصل 27 قانون اساسی جرم محسوب نمی‌شود و از حقوق شهروندان است. امضا کنندگان این بیانیه گفتند دادگاه‌های انقلاب صلاحیت قانونی برای رسیدگی به این موارد را ندارند. بهاره هدایت فعال حقوق زنان به خاطر اعتراض به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین توسط سپاه پاسداران به 4 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. کیوان صمیمی روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی هم به دلیل حضور در تجمعات روز کارگر به 3 سال زندان محکوم شد. قبل از برنامه گفتگویی داشتم با کیوان صمیمی. اول از او پرسیدم که حکومت ظاهراً می‌خواهد با چنین اقدام‌هایی بر بحران داخلی غلبه کند، ولی فعالان سیاسی می‌گویند که این اقدامات نتیجه عکس می‌دهند. نظر او چیست؟ من فکر می‌کنم که همینطور که دوستان فعال ملی مذهبی و فعال دموکراسی خواه و اینها نوشتن، این روش، روش فشار و تهدید و النصر به رب که هل ساله که جواب نداده. اما خب حالا رئیس حکومت این روش رو باز دوباره تکرار داره می‌کنه و در توهم و در واقع حکومت داره به فضای خشن و عصبانی که مردم دارن و عصبانی هن، به حق عصبانی هن و حقوقشون رو پایمال شده، این داره خشونت رو باز دوباره تزریق میکنه با این برخوردهای تند. در واقع داره زمینه براندازی خودش رو حکومت فراهم میکنه، در صورتی که راهش این نیست و راهش همونطوری که بارها من و دوستانم گفتیم، راه نه اصلاحات از بالا و رفرم هستش و نه براندازی. راه حل ایران جنبش اجتماعی و جنبش خشونت پرهیز اجتماعی و اجازه دادن حکومت به بسیار جنبش مطالبه محور کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان که مطالباتشون رو تو یک فضای غیر تند مطرح بکنن. ولی حکومت دائما اشتباه رو تکرار میکنه و فضا رو تندتر و تندتر میکنه و خب به ضرر خودشه و همه حکومت های استبدادی اینجوری هستش. دم سقوط که میره تازه متوجه میشن. اشاره کردید که هنوز هم از روش های خیلی تند و رادیکال استقبال نمی کنید. گوش شنوایی هست؟ نه خیر، گوش شنوا اصولا قدرت به اصطلاح مستمر و قدرت غیر پاسخگو گوش های خودش رو همراه با ثروت به اصطلاح بادآورده و فساد مالی و رانت و اینها اصولا گوش ها رو از شنیدن محروم میکنه و فکر میکنن که بی نیاز از این شنیدن هستن. نه، گوش شنوا نیست، فقط قدرت مردم هستش که شاید بتونه گوش ها رو باز بکنه. فرمودید که نظام های دیکتاتوری خیلی دیر به این موضوع پی میبرند، زمانی که دیگه دیر شده. چقدر فاصله داریم از نظر شما تا اون زمان؟ والا کمی نمیشه به این موضوع پرداخت که گفتش چقدر، چون که پدیده ها خودتون میدونید تک عاملی نیستن و پدیده ها به اصطلاح عوامل بسیار متعدد داخلی و خارجی، داخلی هم اقتصادی، سیاسی، روانی، حتی محیطی و غیره، و خارجی هم که خودتون میدونید عوامل بسیاری هست توی برخورد نظام بین الملل. بنابراین زمان نمیشه تعیین کرد و اینها، اما چون به عوامل مختلفی بستگی داره، ولی توی سراسیبی افتاده حکومت اسلامی و این رو خودشون هم میدونن
منتها توی تبلیغات ظاهری میگن اوضاع امن و امان، کوروش آسوده به خواب که ما بیداریم. 90 رو چند روز بیشتر تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی نمونده. بسیاری در ایران فکر میکنن که ممکنه اتفاقی در آمریکا بیفته که در ایران شاهد گشایشی باشیم. در این باره شما چی فکر میکنید؟ بله، یکی از امیدهای حکومتیان اینه که چشم دوختن به حذف ترامپ توی انتخابات آینده و فکر میکنن که مثلا اومدن دموکرات ها فرجی برای اونها هست. ولی به اصطلاح خب دموکرات ها و آقای اوباما سر کار بودن و اینها با اون سیستم هم و با اون حزب و پالیسی هم با سیاست های اون دولت هم سر ستیز داشتن و خب از این امریکا ستیزی نون میخورن، یعنی در واقع این رو دشمن سازی و اینها در فضا انجام میدن و دادن و فکر میکنن که از این راه بسیم. اما اگر که تا داخل حکومت تغییرات ساختاری و اصلاحات ساختاری در خودش نده یا تحت فشار مردم این اصلاحات ساختاری انجام نشه، رفتن یک دولت در امریکا یا در فلانجا و اومدن دولت دیگه افاقه نمی کنه و دردی از فضای داخلی رو درمان نخواهد کرد. همه چیز داخل کشور هست، همه چیز به سیاست های نادرست و استبدادی و کسالارانه خود حکومت اسلامی وابسته است و برابر این باید تغییر از داخل انجام بشه. اصلاح ساختاری تا کجا، تا چه سطحی؟ اصلاح ساختاری تا سطحی که به اصطلاح این مناسبات فاسد و مناسبات استبدادی رو به اصطلاح تغییر بده و طبیعتا هرچه دیرتر این اصلاحات ساختاری رو و این به اصطلاح تغییر رویه ها رو انجام نده و حتی تغییراتی در قانون اساسی رو هرچه دیرتر انجام بده، کار خود حکومت مشکلتر خواهد شد و گره کورتر میشه تا جایی که شبیه نظام شاه میشه که اصطلاح شاه یه تغییرات اساسی مثلا میخواست انجام بده ولی شعار مردم این بود که ما میگیم شاه نمیخواد نخست وزیر عوض میشه، دیگه اون موقع دیر خواهد بود. کیوان صمیمی بود در گفتگو با ما. وزیر کشور ایران گفته بیشتر کودکان کارگر در خیابان‌های ایران کودکان مهاجر افغان هستند. عبدالرضا رحمانی فضلی گفته در این زمینه با بعضی از مسئولان گفتگو کرده و خواستار منع ورود کودکان کار به ایران شده. او همچنین درباره بازگشت کودکان کار افغان با مقام‌های افغانستان گفتگو کرده. این در حالی است که در افغانستان هم افزایش کودکان کارگر در جاده‌ها موجب نگرانی مردم و دولت این کشور شده. حامد فرمن فعال حقوق کودکان از ایالت ویرجینیا در آمریکا با ما هستن. آقای فرمن، مسئولیت این کودکان بر اساس قوانین بین المللی بر عهده چه فرد، نهاد یا حکومتیه؟ در قالب نگاه بین المللیش که ما پیمان‌نامه حقوق کودک رو داریم، دولت ها به طور کلی مسئولیت رو دارن، هم اون دولتی که این کودکان بهشون پناه بردن. پدیده کار کودکان کار مهاجر، یعنی کودکانی که حالا مهاجرت کردن و ناچارن در حال کار هستن، مثل همه کودکان کار کودکان مهاجر، همچنان بر عهده اون دولتی است که اون کودکان به دلیل شرایط بهش پناه آورده. قوانین داخلی جمهوری اسلامی هم، آخرین قانونی که قانون جامع حمایت از کودکان و جوانان که مصوبه همین امسال خرداد امسال هست،
در تعریفی که از کودکان، تعریفی که از آسیب‌هایی که کودکان می‌بینند داره و تکالیفی که برای نهادهای مختلف تدوین و مشخص می‌کنه، تابعیت رو نه تنها به عنوان مشخصه این کودکان در نظر نمیگیره و اون رو به طور جامع برای تمام کودکانی که در ایران هستند لحاظ میکنه، بلکه قید میکنه زمانی که تکلیفهایی رو برای وزارت کشور تعریف کرده که این کودکان فارغ از تابعیتشون باید بهشون رسیدگی بشه. و البته کار دیگری هم که کرده و این یک نگاه نسبتاً نگاه نوینی هست در قوانین ایران و نسبتاً میتونه کمک کننده و مؤثر باشه، یک مجموعه ای از نهادها رو درگیر کرده. یعنی وزارت کشور رو وقتی که براش تعریف میکنه، اون رو در کنار آموزش و پرورش و نهادهای حمایتی مثل سازمان بهزیستی و سایر نهادها در نظر میگیره. در گذشته سیاست طرد از مرز هم دنبال شده، یعنی کودکانی که به شکل قانونی وارد نشده بودن گرفتار شدن، بعد از مرز اون طرف رانده شدند. این آیا مطابقت میکنه با قوانینی که شما ذکر کردید؟ به هیچ عنوان. حتی در همین نوع ارتباطی که بین وزارت کشور و سایر نهادها قید میکنه، هیچ جا ارتباطی بین این نهاد و مثلا وزارت خارجه برای رد مرز اونها در نظر نمیگیره. و همونجور که عرض کردم، در تمام این قانون کودکان، همونجور که اصل اساسی پیماننامه حقوق کودک هست، ابتدا کودکند و این مهاجر بودنشون، تابعیت ایرانی نداشتنشون و کودک کار بودنشون هیچ تأثیری نمیگذاره بر حمایتی که ما باید داشته باشیم. و موضوع رد مرز این کودکان به دلیل اینکه اساساً این کودکان به خاطر شرایطی که درش قرار گرفتند مهاجرت کردن و پناهنده شدن، حالا یا با خانواده یا بدون خانواده، و اون شرایط همونجور که شما اشاره کردید شرایط اقتصادی است، شرایط ناامنی کشورشون هست، جنگ هست. بعضی از این کشورها، این کودکان به تازگی هم به ایران مهاجرت نکردند، بعضی حتی متولد ایران هستند و به دلیل رعایت نشدن قانونی که اخیراً سال گذشته تصویب شد، هنوز هم اجرایی نمیشه، به خاطر ایرانی بودن مادرشون اما غیر ایرانی بودن پدرشون نتونستن تابعیت بگیرن. همه اینها مجموعی است که متاسفانه در قانون جدید لحاظ شده که این کودکان باید تحت حمایت باشن، ولی هیچ جا به رد مرز اونها نمیپردازه، به خاطر اینکه اساسا به منافع عالی کودک رو در اغلب موارد و شرایط در نظر نمیگیره این موضوع. صرف نظر از اینکه قوانین بین المللی یا قوانین کشورها چی میگن و تا چه اندازه اجرا میشن این قوانین، عرف بین الملل چگونه است؟ میدونیم که در خیلی از کشورها جنگ هست، ناامنیه، کودکان مجبور میشن میرن به کشورهای همجوار. چالش کودکان مهاجر به طور کلی یک چالش جهانیه، یعنی به خصوص بعد از جنگ در سوریه، جنگ در یمن، جنگ در عراق و همچنین جنگی که در افغانستان داشتیم، ولی این جنگ‌های سوریه به خصوص کودکان زیادی رو به کشورهای اروپایی فرستاد و اونها با وجود داشتن قوانین مترقی حامی کودک با چالش‌های جدی مواجه شدند. پیش از این هم کودکانی که مهاجر بودند اغلب به نوعی جامعه پذیری اونها به صورت کامل اتفاق نیفتاده بود و چالش‌های جدی رو این برخی از این کودکان باهاش روبرو بودند. با این حال تلاش نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های خود سازمان ملل و نهادهای وابستش این هستش که کشورهایی که متعهد شدن به پیماننامه حقوق کودک که ایران هم جزو اونها هست، متقاعد و وادار بکنن که حد اکثر تلاششون رو بکنن تا حقوق این کودکان به طور کامل رعایت بشه. همونجور که گفتم ما قانون خودمون قانون قابل ارجایی است، اما چیز نکته‌ای که به نظر من لازم هست بهش اشاره بشه این که اولین بار نیست که یک مقام رسمی در نهاد وزارت کشور به موضوع کودکان مهاجر، کودکان افغانستانی به خصوص میپردازه.
افراد دیگری در همین سطح و یا سطوح دیگر همین موضوع رو بارها در سالهای گذشته هم تکرار کردن. این موضوع به عقیده من خریدار داره. به نظر من جامعه هم هنوز اونقدر این آمادگی رو نداره و از لحاظ فرهنگی این دیگری نگاه کردن به این کودکان وجود داره. برای همین وقتی از اون کودکان به عنوان کودک افغانستانی رو یاد میشه، جامعه هم میپذیر هر برخوردی رو باش. می‌دونیم که دولت ایران البته دچار مشکلات مالی عدیده است. بخشی از مسئولیت بر عهده نهادهای بین‌المللی هم گذاشته شده. قبلا هم حمایت‌های بسیار البته محدود صورت می‌گرفته. چطور میشه با توجه به شرایط فعلی ایران همکاری اونها رو جلب کرد؟ نه فقط نهادهای بین‌المللی، بلکه بخش زیادی از این بار رو دوش نهادهای مدنی داخل کشورها هم هست که این بار رو در طول این سالها نهادهای مختلف برداشتند. موضوع این هستش که متاسفانه شما هم در ادبیاتی رو که این افراد به کار میبرن، یعنی مقامات رسمی جمهوری اسلامی به کار میبرن، و هم در برخوردی که دارن با موضوع مرتبط با مهاجرین و مشخصا و از جمله کودکان مهاجر که اشاره کردم به اون قانون دادن تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی، نگاه امنیتی است و این موضوع باعث شده که خب شما میبینید که نهادهای مدنی هم و فعالان مدنی که حوزه کارشون به خصوص آسیب‌های اجتماعی و از جمله کودکان کار هست زیر فشار شدید باشن. آخرین نمونش که اولینش نبوده جمعیت امام علی است. اینها متاسفانه این نگاه امنیتی باعث میشه که اون نهادهای بین‌المللی هم نشه کمک‌هاشون جذب بشه. اونها آمادگی این رو دارند که این کمک‌ها رو بکنن. ما یونسکو، یونیسف در داخل ایران و یونسکو، همه اینها در داخل ایران فعالیت می‌کنند و اقداماتی رو دارند که بتونن، امکاناتی رو دارند که بتونن حمایت بکنن از این کودکان. نهادهای مختلفی خارج از ایران این آمادگی رو داشتن، دارن و دارن کمک می‌کنن. موضوع نگاه امنیتی است که باعث میشه امکان کمک کردن و امکان حمایت از این کودکان به اون شکلی که جامع باشه و حامیانه باشه اتفاق نیفته. ممنونم از حامد فرمن، فعال حقوق کودکان از واشنگتن پایتخت آمریکا بود. امروز 30 سالگرد اشغال کویت به دستور صدام حسین است، دستوری که سرنوشت صدام را تغییر داد. با اشغال کویت کشورهایی که در برابر ایران پشتیبان عراق بودند به کمک دشمنان صدام رفتند و اولین حمله آمریکا و متحدانش به عراق را رقم زدند. مهرداد فرهمند پای خاطرات فاخر سلطان، نویسنده کویتی از دوران اشغال نشسته. در طول جنگ ایران و عراق کویت یاور صدام بود. به خاطر عراق صدمه هم دید. آماج حملات مستقیم و غیر مستقیم ایران نیز شد. اما پس از جنگ صدام طلبکار هم بود. به پاس اینکه خود را مدافع عرب در برابر ایران می‌دانست، توقع داشت کویت 14 میلیارد دلار بدهی عراق را ببخشد. تولید نفت را هم پایین بیاورد تا نفت گران شود و عراق بتواند پول بازسازی را جور کند. The emir of Kuwait, whose family has ruled for 200 years, کویت هیچ یک از دو خواسته را نپذیرفت. صدام سپس کویت را متهم به دزدی نفت از چاه‌های مرزی کرد و سرانجام کویت را استانی از عراق شمرد و حمله کرد. کویت در کمتر از 2 روز اشغال شد. یکی از مرفه‌ترین مردم جهان حالا جنگ زده شدند. الناس كانت تعيش في رفاه بالكويت. مردم کویت آنقدر مرفه بودند که از سوالهای سربازهای عراقی تعجب می‌کردند. مثلا سربازهای عراقی می‌پرسیدند شما این همه رفاه رو از کجا آوردید که ما 5% رو هم نداریم. بعض الاسئله ايضا كانت تتعلق بالحريات. از آزادی تو کویت هم تعجب می‌کردند. در کویت می‌شد نظام سیاسی رو نقد کرد، در حالی که در عراق چنین چیزی به هیچ وجه ممکن نبود. کویت حتی مرکز فعالیت جنبش‌های عربی بود. مثلا اخوان المسلمین آزادانه در کویت فعالیت میکرد. 400 هزار کویتی آواره شدند. بسیاری به ایران. کویتی ها میرفتند به سراغ سفارتخانه های خارجی، به خصوص سفارت ایران. از سفارت ایران مدارک شناسایی ایرانی میگرفتند. بیشترشون رفتن ایران. بعضی ها تو ایران موندن و بعضی ها می رفتن به کشورهای دیگه. در مورد ایرانی های ساکن کویت هم عراقی ها اذیتشون نمی کردن.
دلیلش این بود که میخواستن ایران رو با خودشون همدل کنند، یا اینکه کاری کنند که حداقل ایران حمله اونها رو به کویت محکوم نکنه. البته بعضی از ایرانی ها هم بودند که با جنبش مقاومت علیه عراقی ها همکاری میکردند و حتی عده‌ای از سربازهای عراقی رو کشتند. من در ایران با دو جور برخورد روبرو شدم. یکی اکثریتی بودند که به ما خوش آمد میگفتند و لطف داشتند چون از صدام متنفر بودند. اقلیتی هم بودند که خوشحال بودند که صدام به کویت حمله کرده. میگفتند این آخر و عاقبت کسیه که کنار صدام بایسته. پیش از اشغال، کویت نماد اصلی پیشرفت و رفاه بر کرانه خلیج فارس بود، نه دبی. اما کویت پس از اشغال دیگر هیچگاه آن کویت نشد. بیئه سیاسی کویتی من بعد الغزو كانت جدا مشحونه و جدا فيها مشاكل. بعد از اشغال و سپس آزادسازی کویت، فضای سیاسی کشور به شدت پر التهاب و پر مشکل شد و این فضا بر اقتصاد کویت اثر گذاشت. با شروع برنامه‌های بازسازی، فساد اقتصادی هم با فساد سیاسی همراه شد و این وضعیت هنوز ادامه داره. کویت امروز گرچه دیگر آن کویت 30 سال پیش نیست که ضرب المثل بود، اما هنوز در آزادی سیاسی و تولید فرهنگی در جایگاه نخست کرانه عربی خلیج فارس ایستاده است. مهرداد فرهمند، بی بی سی. صحبت‌های متناقض به نقل از برگزار کنندگان گرد همایی ملی حزب جمهوری خواه سالهایی را درباره نحوه برگزاری اون به وجود آورده. رسانه‌های آمریکا به نقل از حزب جمهوری خواه آمریکا از عدم حضور خبرنگاران در گرد همایی ملی این حزب که حدود 3 هفته دیگه برگزار میشه خبر داده بودند. بنابراین گزارش‌ها در همایش حزب جمهوری خواه که برای اعلام رسمی نامزد این حزب در ریاست جمهوری تشکیل می‌شود، خبرنگاران حضور ندارند و تعداد مدعوین هم بسیار کمتر از رقم برنامه ریزی شده خواهد بود. دلیل این تصمیم هم جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ذکر شده بود. اما حالا یکی از برگزار کنندگان همایش می‌گوید که چنین تصمیمی هنوز نهایی نشده. همکارم خشایار جنیدی از واشنگتن با ماست. خشایار، میدونیم بالاخره نامزد حزب دموکرات جمهوری خواه کسی غیر از دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی نخواهد بود. اهمیت این نشست در چیه؟ گرد همایی ملی هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات یکی از مهمترین رخدادها در سالی هست که انتخابات ریاست جمهوری در اون برگزار میشه. در این گرد همایی هاست که رسمیت داده میشه به فردی که قرار هست نامزد حزب باشه. الان در مورد دموکرات ها مشخص است که آقای بایدن نامزد بالقوه حزب هست، اما تا زمانی که این گرد همایی برگزار نشه رسمیت پیدا نمی کنه. آقای ترامپ هم نامزد حزب جمهوری خواه هست، اما این گرد همایی باید برگزار بشه. هیئت های اعزامی ایالت ها باید رأی بدن تا این نامزدی به حالت رسمی در بیاد. منتهای مراتب در سالی که همه اتفاق های سیاسی اینجا در آمریکا تحت شعاع همه‌گیری ویروس کرونا قرار گرفته، گرد همایی دو حزب هم تحت شعاع قرار گرفته. از جمله که در 24 ساعت گذشته بعضی از رسانه‌ها در آمریکا گزارش می‌دادن به نقل از یکی از سخنگویان حزب جمهوری خواه که در گرد همایی این حزب که قرار هست در شارلوت کارولینای شمالی برگزار بشه خبرنگاران حضور نخواهند داشت. رخدادهای اصلی از جمله رأی‌گیری که انجام خواهد شد به صورت شفاهی که نمایندگان ایالت‌ها یک به یک میان جلو و رأی ایالت رو اعلام می‌کنند، این رو به صورت مجازی در اینترنت پخش خواهند کرد و از حضور خبرنگاران هم خبری نخواهد بود. این رخداد آنقدر برای دو حزب مهم هست که معمولاً سعی می‌کنند حداکثر پوشش خبری رو داشته باشند. اما رسانه‌ها به قول یکی از سخنگویان حزب جمهوری خواه گفتن به خاطر شرایط کرونا نه خبرنگاران حاضر خواهند بود و اینکه تعداد نمایندگان اعزامی ایالت‌ها هم که قرار هست رأی بدن از 2500 نفر به 330 نفر کاهش پیدا کرده. البته یک سخنگوی دیگر این حزب امروز به شبکه CBS گفته که هنوز چنین چیزی قطعی نیست، هنوز تصمیم گیری نهایی نگرفتند، حتی مشخص نیست که سخنرانی پایانی که سخنرانی است که اختصاص داده میشه به نامزد حزب به چه گونه ای انجام خواهد شد. به هر حال سوال های زیادی وجود داره که به نظر میاد 3 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این سوال ها همچنان باقی است، که اون شور و هیجانی که معمولا این موقع سال
سه ماه مونده به انتخابات شاهدش بودیم، اینجا در عرصه سیاسی حداقل به صورت فیزیکی و حضوری وجود نداره. از دموکرات‌ها چه خبر؟ در اردوی مقابل هم باید این نکته رو اشاره کنم که گرد همایی که برگزار خواهند کرد دموکرات‌ها یک هفته زودتر از جمهوری خواهند بود. روز پایانی گرد همایی دموکرات‌ها 31 مرداد هست. روز پایانی گرد همایی جمهوری خواهان 3 شهریور خواهد بود. یک نکته مهم که منتظرش هستن همه اینجا در آمریکا، در این هفته قرار هست جو بایدن شریک انتخاباتی خودش رو معرفی کنه، کسی که نامزد معاونت ریاست جمهوری دموکرات ها خواهد بود. از این جهت اهمیت داره که این انتخاب این فرد میتونه تکمیل کننده توانایی ها و پوشاننده ضعف های احتمالی آقای بایدن باشه در رویارویی با آقای ترامپ. چیزی که خیلی ها اینجا انتظار دارن این هست که شریک انتخاباتی آقای بایدن خانوم باشه و از اقلیت های نژادی، منتها هیچ چیزی هنوز مشخص نیست، گمانه زنی میشه و قرار هست به هر حال این هفته تکلیف این سمت مهم هم مشخص بشه. بسیار ممنونم از همکارم خشایار جنیدی در واشنگتن. و ما انتظار میره دو فضانورد آمریکایی که با اولین فضاپیمای بخش خصوصی به ایستگاه بین المللی فضایی رفته بودن تا دقایق دیگه به زمین برگردن. تصاویر زنده رو میبینید. ماموریت این دو فضانورد حدود 2 ماه پیش شروع شده بود، ماموریتی که بخشی از برنامه ناسا برای واگذاری پروازها به بخش خصوصی بود. همونطور که اشاره شد همه در انتظار این هستن که دو فضانورد آمریکایی به زمین برگرده. فضانوردانی که با اولین فضاپیمای بخش خصوصی به ایستگاه بین المللی فضایی رفته بودند، به محض اینکه اونها به زمین برگردند حتما شاهد شعف و خوشحالی در این مرکز خواهیم بود. مأموریت این دو فضانورد حدود 2 ماه پیش شروع شده بود، مأموریتی که بخشی از برنامه ناسا برای واگذاری مأموریت‌های فضایی به بخش خصوصی بوده. تصاویر زنده است از آمریکا. ممنونم از شما که برنامه رو دیدید. میتونید این برنامه رو و همینطور برنامه‌های قبلیمون رو در وبسایت ما و روی کانال ما در یوتیوب ببینید. سپاس از همراهی شما.